درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم با دومین برنامه در ارتباط با انفجارهای اخیر لبنان که خیلی انفجارهای عجب غریبی بوده خیلی گسترده بوده من فکر کنم بی سابقه بوده اصلا و بریم پیش شهرام سبزواری گرامی ما دیروز یه برنامه داشتیم راجبش و امروز تکمیل اون اطلاعات برنامه قبلی است. بریم پیش شهرام سبزواری گرامی شهرام جان درود بر شما افشین جان درود به شما و بینندگان عزیزتون در ابتدا عرض کنم که یکی دو تا از این بیننده ها اومده بودن از اینایی که میان مثلا نکته بگیرن یا نقطه بگیرن مرتب خشخاش بذارن عرض کنم من دیروز گفتم ارتش آمریکا و اسرائیل یکیه اینی که ما نظامی ها مثال میزنیم ارتش ها یکی هستن نه اینکه تجهیزات نظامیشون یا سربازیشون یا پرسانت نیروها یا نوع لشکرشون یکی است نه منظور اون سیستم استخونبندی و اطلاعاتی که چه تقو... تبادل اطلاعاتی با هم دارن و چگونه اینا حرکت میکنن عملیاتی نیست که ارتش اسرائیل انجام بده ارتش آمریکا خبر نداشته باشه یا ارتش آمریکا تو منطقه بخواد عملیاتی انجام بده ارتش اسرائیل خبردار نباشه یا تضمین منافع همدیگر رو نداشته باشن حالا به هر نوعی یکی میگه برای سرمایه یکی میگه تامین منافع ملیه بالاخره ساختاری که با هم پیمانی که با هم دارن اینجوریه این یه نکته بود یه کامنت دیگه بود از این سایبریا اومده بود به شما گفته بود که ریسک اینو نکن با بند برنامه بذاری خیلی هم خوب گفته بود اینو و بعد گفته بود که ما وطن فروشیم میخوام از همه جا بهش بگم که وطن فروش نیه که میبینه عراقی و خیلی های دیگه دارن تو کشور جنایت میکنن تجاوز صورت میگیره هزار جور کسافت کاری صورت میگیره مردم تا کمر تو صد آشغالا خمند اورخاب داریم نمیدونم الان فصل مدارسه چقدر آمارها زیاد شده حالا من نمیخوام عنواناشو نام ببرم که چه آمارهایی زیاد شده و دم نمیزنه میاد به من و امثال من میگه وطن فروش خب معلومه من خوشحال میشم یکی از بازوهای اختاپوس جمهوری اسلامی توی لبنان یا هر قبرستون دیگه ای بخواد قطع بشه در چی خوشحال نمیشه میگم خوشحال من غلطی هم دلشون میخواد بکنه اهمیتی نباید داد به این صحبت نه بس اهمیت نیست باید گفت اینا رو فکر نکنم مثلا دیگه مردم میدونن حالا بریم الان سر برنامه خب بمب بود یا مواد مفجره یعنی بمب بود یا باتری این, این, اول مشخص کنیم که این چون الان دو صحبت شد خب که انفجار فصل دوم انفجار هم اومده حالا راجع به اونم صحبت میکنه. به. ببین این نوع انفجاری که صورت گرفته دو تا فرضیه رو گفتن هنوزم سیستم های اطلاعاتی دنیا جز اونایی که خودشون میدونن چیکار کردن این دو تا فرضیه رو دارن پیش میبرن که اگر پیجرای نسل جدید باشه خب بخشیش میتونه باتری های خود پیجرا باشه ولی قدرت همچین تخریبی رو نداره یه سری اومده گزارشی هم که نوشتن اسنادی که درس کرده ظاهرا این بوده که یه شرکتی واسط میان این ثبت سفارش و خرید پیجرا بوده یه شرکت مجارستانی بعضا میگن این پیجرا برای ایران فروخته شده رسیده به دست حزب الله لبنان که یک ماده منفجره خاصی رو در این استفاده کرده به نام PETN که یک ماده منفجره بسیار قوی با حجم کمه که برای همینجور تجهیزات میشه استفاده کرد و داخل اینجور ابزارهای ارتباطی یا الکترونیکی کارگزاری کنن سیستم های امنیتی و ازش بهره ببرن در مواقعی که میخواد و چاشنی انفجاریشو وصف میکنن به اون نوع پیامکی که میاد حالا اون پیامک میتونه یه کلمه رمزی باشه که یه بخشی رو یه بخش الکترونیکی رو فعال بکنه یه حرکتی میتونن بزنن داخل این پیجرها که باعث بشه که مثل این آلارمای هشداری میمونه که دیدی شما یه دفعه مثلا نشستید آلارم هشدار زلزله یا آلارم تمرینایی که میکنن روی موبایل ها میاد شما باید آمادگی داشته باشی نشستی به هیچ هم فکر نمی کنی یه دفعه آلارم میزنه گوشید این پیجرام هم همین اتفاق افتاده و اون مواد منفجری که داخلش بوده و همراه همون باتری یا همون چاشنی هاشون بالاخره ترکیده و این وضع به وجود آورده که سفیر ایران هم همون دیروز که شما فرمودید خبر در اومده درست بوده سفیر ایران هم سفیر ایران که نه سفیر جمهوری اسلامی چون یه تروریسته چه دلیل داره یه دیپلمات اصلا پیجر حزب الله دستش باشه چون منبع تشکیلاتی حزب الله ازش استفاده میکرده چه دلیلی داره من نمیدونم چه دلیلی داره سفیر یه کنسولگری اصلا پیجر یه گروهک تروریستی در اختیارش باشه و اینکه منفجر بشه حالا تو کمرش بوده تو دستش بوده زنش هم امروز اومده بود توی مصاحبه به دروغ میگفتش که پیجرهای مردم رو ترکوندن نه پیجرهای مردم نبوده این نشان از سوار بودن سیستم اطلاعاتی موساد یا همون اسای موساد میشه گفت از زمانی که این پیجرها رو سفارش دادن تا موقعی که به هدف رسیده و زمان ترکوندنشون رسیده موساد اطلاع کامل داشته یعنی میتونم به جد بگم اینا خودشون اصلا سفارش رو تحویل گرفتن خودشون اینا رو تهیه کردن و برایشون فرستادن یعنی شرکتی که تو مجارستان بوده یا هرچی هر واسطه ای که این کار رو انجام داده جز و عوامل موساد بوده حالا راجع به بی بیشتر توضیح میدیم خدا بله مرسی ببین خیلی مسئله است به هر حال این این پیجرها که دست این عوامل حزب الله این دست بعد الان دیگه کسی آدم معمولی پیجر نمیگیره که پیجر که همه تلفن دارن دیگه کسی نیازی نیست که پیجر داشته باشه حالا من یه ویدیویی هم دیدم که خود این شیخ حسن نصرالله اومد تو همین یکی این سخنرانی آخریاش گفته بود که موبایلمون باید بزنیم کنار پیجر باید استفاده کنیم باز یعنی انگار که یه کدی خودشون دادن که آقا بعد مثلا موبایلتون بزنین که پیجر داشته باشه حالا اینکه این, این پیجر توش بمب باشه این که یعنی یه پیج همه پیجاره که توش بمب که یعنی یه پیجا خاصیه که توش خیلی ماهرانه بمب و کار گذاشتن و این بمبم فعال آماده است برای اینکه اون مسیج اگه اومد منفجر بشه اون مسیج خاص اگه اومد این منفجر بشه یعنی این قشنگ آماده شده است برای این عملیات و این اینی که حالا این از دست این تو دست اینا سر در میاره فرضیه های مختلفی ها میتونه داشته باشه یکیش اینه که نفوز اطلاعاتی اسرائیل و ملاخره اینا رو گولشون زدن که بین اینو بخرین و یا از طریق اون شرکت مجارستانیه برحال اینا باید بخرن دیگه ولی یه فضیه دیگه اینه که خود جمهوری اسلامی که من باورم اینه که جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل در لیول های خیلی خیلی بالا همکاری کردن با هم از قبل قدیم کردن هنوز هم دارن همکاری میکنن اسماعیل هنیره از قطر آوردن تهران تو تهران کشتنش آخرم نگفتن که این اسماعیل چه چجوری کشته شد به این جمهوری و بعد معمولا وسایل حزب رو جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه همون جوری که کلاشینکوف از فشنگش رو جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه پیجرش هم قطعا جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه خودشون که نمی‌رن بخرن خب هیچ بعید نیستش که این پیجرهای خاص رو جمهوری اسلامی در اختیار حزب گذاشته که بده به اونا برای همین کار هستن و حالا جالبه یه عکسی اومده که خودت هم دیدی بر من فرستادی عکسی که نشون میده که رئیسی هم اتفاقا از همین پیجاره داشته حالا ممکنه که مثلا مثلا هلیکوپتر رئیسی هم که سقوط کرده این پیجاره توش منفجر مثلا میگم این یعنی میتونه این احتمالات هم وجود داشته باشه حالا میشنویم نظر شما رو نظر چه رجب؟ ببین افشین جان این که شما میفرمایید نفوذ عوامل موساد داخل کشور ایران یا سرویس های امنیتی ایران که نمیتونیم منکرش بشیم جمهوری اسلامی البته نه ایران نمیتونیم منکرش منکرش بشیم که یه جوری حرکت میکنن که انگار مثلا افسر تجسس یک کلانتری رفته مثلا فلانی رو گرفته ازش بازجویی کرده رفته بودن گرفته بودن یکی از اینایی که مال سپاه 800 بود که ترور رو برنامه ریزی میکرد سپاه قدس رو باز بازجویی کرده بود یا هر کس رو دلشون به ترور میکنن مثل یکتا پرست یا رامی پرست بود چی رامی نه یکتا پرست بود فخری زاده و یا حتی موقعی که مثلا فنداسیون نتنز رو میریفتن بوم کار گذاشته بودن بس. زیر فنداسیون نتنز ببین اینا نشون میده که نفوذشون به حدی زیاده که من چجوری بگم تالا بی سابقه بود تو کل دنیا بی سابقه بوده یه همچین اصلا اینی که شما میگی دور از ذهن نیست میتونه عامل خود موساد پیشنهاد اینو داده باشه که برید این پیجرها رو بخرید داخل سپاه مشغول به کاره پیشنهاد خرید این پیجرها رو داده باشن یه شبکه‌ای و این پیجرها رو خریداری کرده باشن بین خودشون داخل ایران حتی داخل جمهوری اسلامی پخش شده باشه و به حزب هم رسیده باشه ما که نمیدونیم دقیقا چه تعدادی است اینجوری که گزارش اومده میگن حدود 5000 تا بوده که 3000 تاش منفجر شده ببین وقتی یه همچین اتفاقاتی که میفته نشون از نفوذ اطلاعاتی تقریبا میشه ارگ گردن بالاتر این آقایون هست در داخل سیستم های امنیتی و شکست اطلاعاتی و ارزشی های جمهوری اسلامی یعنی الان دیگه حرفی نداره دیگه الان این لوله گاز نیست که لوله گاز رو ترکوندن تلوم طول، خونه گاز ایران رو ترکوندن اینا اومدن گفتن که نمیدونم بر اثر سرما گرما فلان هم همین حوادثی که اتفاق میفته برقو منفجر کردن اومدن گفتن اینجوری ترکیده اونجوری ترکیده هی hey, بهانه آوردن واقعیت ها رو به مردم نگفتن اتفاقاتی که افتاده ولی واقعا دیگه الان باید بیان خیلی رو راست دیگه شکستشون رو اعلام کنن و دستشون رو بگیرن بالا یعنی اینجوری بگم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی همشون همه ارکاناش یعنی چه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران چه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران چه وزارت اطلاعات چه سازمان اطلاعات فراجا دستشون رو باید بگیرم بالا یعنی یه شکست فجیح افتضاح از اسرائیل خوردن اینا نمیتونن نمیتونم بیان کتبان کنم بگم نه ما بازم اون جستایی که میگیرم ما بازم پیروز شدیم کاملا مشخصه که این نفوذ وجود داره و هر موقع هم دلشون بخواد هر جایی دلشون بخواد نوعی که میخوان عملیات انجام بدن اجراش میکنن و قطعا دستی جمهوری اسلامی دو این پیجرا داشته حالا یا خودشون خریدن ثبت سفارش کردن خریدن فرستادن یا با به تحریمی که هست واسطه اروپاییشون این کار کرده فرستاده برای هزبالله که گندش در اومده و الان رفتن رو هوا و این هم پیجر اینجوری نبود که یه شرکتی یه پیجر خاصی که توش بمبه یعنی بله این پیجر پیجر این کسی بهتون بره بخری این پیجر خاصه بعد که شما فرمودی ببینم اینجا پیجر دیروز هم ارز کردیم تاریخچه استفاده به پیجر قبل از اصلا وجود موبایل های ساده بوده حتی من. مال دهه 1980 1970 80 دیگه اوایل 90 دیگه وقتی که موبایل ها اومد اینا یواش یواش منسوخ شد الان که موبایل های هوشمند اومده من فکر نمی کنم شخص عادی یا مردم عادی بیا مثلا از پیجر استفاده کنن که چی بشه اصلا هیچ امکانات خاصی نداره یه پیام دریافت کنه مثلا شما با فلانجا تماس بگه ایش هم مثل موبایل حتی ضعیفتر بعضا بعضی جا. بعضی جا بعضی جا نه قوی تره من فکر نمی کنم که مثلا آه... کسی شخص عادی بره پیجر بخره که زن این امانی <applause> میگفتش که مشتبه امانی امروز اومده بود میگه مردم عادی رو کشتن نه آقا مردم عادی نمردن عوامل حزب الله مردن دمشون هم گرم که زدن کشتن بله حالا راجع بی سیما می‌خواد توضیح بده بی سیما امروز حالا دیگه من فیلم ها رو نمیتونم بذارم چون یوتیوب اشکال میگیره بله و اینا تو مراسم چیست توی مراسم اه... مرسم... اه... تشییع جنازه اون دیروزیا ها... یه دفعه دو مرتبه یه سری انفجار دیگه شد از بین خود همین آدما که این دفعه بی سیما هم حتی ترکیده اه... بی سیما, بی سیما رو داستانش خیلی جالبه افشین جان برند آیکام یا آیکوم ژاپنی هست یعنی بیسیمایی که سپاه قدس استفاده میکنه بسیج استفاده میکنه بعضا بخشی از قسمت های انتظامی استفاده میکنن همینجور الله استفاده میکنه حزب الله نیروهای سوری جالبتر میدونی چیه این بیسیم ها پیشتر که به دست اینها برسه یه بیسیم فوق پیشرفته است یعنی رمز کننده داره حتی بین افرادی که دارن با هم صحبت میکنن رمز کننده دوتایی داره یعنی شما میتونید یه کاری بکنید نتونن شنودت کنن نتونن فلان کنن یه تاکی که اگه من بگیرم دستم شما بگیری دست توی فضای تو اون فاصله پنج کیلومتری میتونیم جوری تنظیمش کنیم کسی نتونه شنودش کنه انقدر این پیشرفته و قابلیت داره نکته جالبش میدونی چیه نکته جالبش اینه که این بیسیمات تو ارتش آمریکا برای ارتباط یگانی مثلا نیروهایی که میرن عملیات ویژه انجام بدن یه ویسیم کلی دارن که وصله ولی اون دسته که میره عملیات انجام بده یه ارتباط جمعی بین خودشون دارن از این نوع ویسیم استفاده میکنن یعنی چی یعنی باز رفتن ثبت سفارش رو بین باور کنید به یه شرکتی دادن که یا مال موساد بوده یا مال سیاه بوده که دقیقا اومده بی سیمو بهشون داده اون فرکانسی که باید داشته باشن داشتن اون ارتباطی که میتونستن برقرار کنن و برقرار کردن و, و باعث شدن بی سیما منفجر بشه یه ذره هم اسرائیل و فراتر گذاشت امروز اسکوترهای اینا رو هم حتی ترکونده بود یعنی هر چیزی که میتونه مثلا وصل بشه به یه شبکه اینترنتی اسکوتراشون ترکیده بود حتی قفلای فینگر پرینتیشون هم بعضا بعضی جاها مشخص بود ترکیده بود اینا یعنی کامل میشه گفت احاطه داشته به سیستم های الکترونیکی و شبکه‌ای که حزب داره ازش استفاده میکنه این گروه تروریستی و تقریبا میشه گفت آچمزشون کرده این عملیات من میتونم به جرأت بگم این نوع حمله سایبری این نوع حمله هماهنگ شده در به بی سیم و به پیجر و به شبکه موبایل ها حتی موبایل هاشون توی مغازه های تعمیر موبایل هم ترکیده موبایل های ها. این حزب این نوع حمله به این شک به این گستردگی میتونم بهتون بگم اصلا بیمانند و بیسابقه بوده و این نشانه اینو میده که سالها کار شده سالها برنامه ریزی داشتن این کار یه روز دو روز نیست که بگی مثلا ظرف یه هفته یا یک ماه اسرائیل اومده یه همچین برنامه رو ریخته عناصرشون نفوذ کردن پیشنهاد دادن این نوع خریداری بشه تا مجاب کنن اونا رو بیاد این نوعها رو خریداری کنه و بتونن این کارها رو انجام بدن واقعا کار بزرگی کردن و احتمالا این نوع عملیات جزء دروس دانشگاه های اطلاعات میشه بله عرضم به خدمت که این خیلی پیچی دستیه اینجوری که مثلا بخوام برای این مجاب کنن که تو برو اینو بخر حتما و توی اون چیزی که اینا دارن میخرم بوم کار اینا بعد اونا آماده باشن اینا بعد این پخش بشه ولی یه جوری خیلی ساده میشه این که اینکه که جمهور... یعنی اونا هم خب یه جای مشخصی چیزاشون میگرن خوشون نمیرن بخرم از جمهوری اسلامی میگرن و جمهوری اسلامی از اول به خاطر اینکه این قرار بوده این از بین برن این چیزای اشک... این مواد این به ادواتی که درش بمب هست و در اختیار اینا گذاشته برای این همین روز ببین کلا گروه های ترور رو همیشه سیستم های امنیتی درست میکنن همیشه اینجوری بوده گروه ترور کار سیستم امنیتیه و بعد از هم که کارش تمام میشه همیشه تروریست ها کشته میشن هیچ تروریستی زنده نمیمونه همه تروریست ها رو حتی بن لادن رفت قایم شدین و سجا رفتن تو خونش که کشنش هیچ تروریستی نباید زنده بمونه تمام تروریست ها رو میکشن خودشون درستشون میکنن یه دیوونه یه پیدا میکنن حالا یا مذهبیه یا به هر دلیلی یا یعنی اینکه مثلا به یه چیزی باور داره همین الان این پسری که اومد ترامپ هم به تیرانداز کرد بلافاصله اول اونو کشتن دیگه کلا تروریست ها کشته بشن حزب الله جمهوری اسلامی درستش کرده اصلا الان هم تاریخ مذهبش تموم شد بعد از بین بره به نظر من یعنی من فکر نمی کنم بعد از این اتفاق دو مرتبه حزب الله لبنان بتونه همچنان بازم به کارش ادامه بده یعنی بازم مثلا یه گروهی باشه که بخواد بره اینجا مثلا موی دماغ اسرائیل بشه اونجا چی فکر میکنی؟ واقعا بعد از این همچین اتفاقی میتونه حزب الله لبنان بازم به کارش ادامه بده به نظر تو؟ تونستن که باید دید اینا چجوری بلند میشن عجاشون قطعا ضربه بزرگی خوردن ضربه سختی خوردن و اینکه بتونن دوباره کار کنن یا نتونن مشخص نیست باید منتظر موند و ببینیم این ابعاد گستردگی در رده فرماندهی حزب الله چقدر زیاده این, این خیلی نکته مهمی. ولی به جرات میتونم الان بهتون بگم که عملیاتی که صورت گرفته دو سال پیش یا سه سال پیش دقیقا یادم نیست اون انفجار بیروت که کود شیمیایی موجه شد می چهار سال پیش بود چهار سال, پیش بود او کود شیمیایی سوخت موشک یا را راکت هایی میشه که هم حماس استفاده میکنه هم حزب الله ازش استفاده میکرد و اون ابعاد انفجار بیروت به خاطر اون انباری که حزب الله داشت و اون ویرانی که حالا بعدش به خرجش افتاد گردن ملت ایران و دوباره به ایروت و بازسازی کردن خب اینها هست دیگه یعنی ما قطعا دیدیم اینا رو که بارها بارها ضرباتی به این حزب وارد شده و چون اون حلقه فرماندهی ای از بین نرفته یا بعضا جانشینش دار دوم سومش بوده باز سرپا شده ولی سرپا شدن الان شما قاسم سلیمانی رو زدن کتلت شد رفت به شما ببینی قانی دیگه اون برش قاسم سلیمانی رو نداره و اون درایت قاسم سلیمانی دارن. تقریبا میشه گفت سپای قصد دیگه از اون به بعد افتاد رو به افول و, و هی ضربه 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 هی داره کوچیکتر و کوچیکتر و نفوذش تو خاورمیانه کمتر میشه باید دید چه اتفاقی میفته الان و حزب الله تا کجا عقب نشینی میکنه و پیامد این حمله ای که اسرائیل کرده این حمله کوچیک نیست و امیدوارم ضربه بزرگی زده باشه که به دیگه حزب الله یه جوری عقیم شده باشه این خیلی از اعضاشون که الان دیگه سنبول خان شدن اونا هم عق... خود حزب الله هم عقیم عرضم به خدمتی که حالا در این حاشیه چند تا عکس تنزه اومده یه تلفن قدیمی رو یه طرف فسای کمرش که الان از این بعد یه از بالا بعد اینجوری مثلا اینجوری بیاد بیان بیرون و یه اتفاق دیگه هم یه فیلم دیگه هم که اومد بیرون امروز من دیدم راجع به نقل و انتقال ادوات نظامی اسرائیل هست به به سلا شمال اسرائیل یا جنوب لبنان اینم یه فیلمی بود که نشون میداد تانک ها رو دارن جب اون طبیعیه اون, اون, کار طبیعیه وقتی یه همچین عمله گسترده ای کرده باید جبهه شمالش رو الان تقویت کنه برای باستاب یا پاسخی که میخوان بهش بدن دیگه آه، یه عکسی هم بود که نشون میده که توی آپارتمانی همینجوری مثلا درازش ازش دود بلند میشه مثلا که تمام طبقاتش اینا زندگی میکردن بمب داره بله. نه موبایل هاشون بله بله این همین هم اینجوری بود خلاصه اه... اینجا, اینجا ما می متوجه میشیم که اون سیبی که نتانیاهو میخورد میگو میخورم اتون همه رو عملیاتشون آماده بوده فقط منتظر یه حرکت بودن یا وقت مناسبش بوده وقت مناسب آره آره واقعا وقت مناسبش ولی میدونی من نتیجه اصلی اینجا یه صحبت رو تموم کن بعد من موضوعی بگم فکر کنم با همین نتیجه اصلی شما یه ربطی داشته باشه آره من میدونی الان سوالی که تو ذهنم پیچیده وقتی شما یه همچین اشرافیت اطلاعاتی داری یه همچین قدرت اطلاعاتی داری چرا سران جمهوری اسلامی که الان به ضرر مردم دارن کار میکنن یا همین سران حماس سران حماس سران حزب چرا این آفت های روی زمین رو از بین نمیبرید تا اگه واقعا پشت ملت ایران هستی و اینقدر قدرت داری که میتونی شخص به شخص حس بکنی چرا این سران رو نمیکنن که مردم بتونن دیگه حرکتی بکنن دیگه کشت و کشتاری نباشه براندازه خیلی نزدیکتر و راحتتر صورت بگیره و نیروهایی که پشت مردم هستن دلگرم بشن و بیفتن دنبال و کار من این واقعا برام یه سوال ذهنیه وقتی یه همچین توانمندی هست یه همچین قدرتی هست یه همچین نفوذ امنیتی اطلاعاتی هست چرا ازش بهره نمیبرن برای روی کمک به مردم ایران بس. عرضم به خدمتت که الان اون چیزی که به نظر من میرسه پاسخ سوال تو اینه که بخاطر اینکه جمهوری اسلامی یک مغازه دو نبشه چند تریلیون دلاریه جمهوری اسلامی نمیخوان از بین ببرن جمهوری اسلامی بد باشه و این بازیگران اصلی هم باید باشن در صحنه ولی این چیزی که هم... اون کسانی که همیشه قربانی میشن هم کسایی که اون پایینن اونا همیشه از سرشون به باد میره و کارم اونا انجام میدن ولی اونا هم که سرشون به باد میره و اینجاست که همین ارتش سایبری و همین نیروهای ارزشی و اینا باید به خودشون میان و بدون که در نهایت قربانی میشن ولی اینکه چرا جمهوری اسلامی ابی برن برای اینکه نفتی نمیخوان جمهوری اسلامی و این آدما دلشون برای مردم نمیسوزه اینا دلشون برای مردم خودشون هم نمی سوزه. چه برسه اصلا دلشون برای هیچ مردمی نمی سوزه. مخصوصا مردم ایران مردم ایران خیلی پتانسیل دارن مردم ایران میتونن بوی دماغ این کمپانیا بشن به خاطر اینکه همه ثروت رو دارن مردم باهوش هم اصلا فرنگ قوی دارن پیشینه فرنگی خیلی قوی دارن و پتانسیل دارن که تبدیل بشن به یه... به یک ملت بسیار به یک کشور بسیار قدرتمندی که در برابر این کمپانیا بیسته و به نظر من این در آینده این اتفاق میفته الان کی این آینده نمیدونم ولی به نظر این سرنوشت ایرانه به نظر من ولی اه... مسئله که میخواستم نشگیری که میخواستم میکنم اینه که در نهایت این نیروهای کف زمینن که از بین میرن و قربانی میشن همین کسانی که میان گلو پاره میکنن دفاع بکنن از این اون یا میرن تو تظاهرات شرکت میکنن شعار میدن برای اینا هم هدبن میبندن و خیلی احساساتی با حرارت از اینا دفاع میکنن از لحظه دستشون میگیرن آخر سر اینا قربانی میشن و چه بسایی که رئیساشون میفوشنشون حتی باشون معامله میکنن یعنی با جون اینا معامله میکنن نشه که من میخواستم بگم این بود شما اگه صحبت دیگه خب معامله کردن دیگه حججی رو همین آثار همین معامله ها بود که گشتن اینا حالا اون پایینیا که چی با بالایاشون هم برای معامله میکنن حالا من معتقدم اگه بگم قاسم سلیمانی همینجوری علیکی کشته شد قطعا حکومت ایران هم یه دستی داشته جمهوری سران جمهوری اسلامی هم اون گراشو دادن ساعت رفتنش رو دادن یه دستی داشتن یه توانی اون پشت شده گفتن این پرو شده باید حسفش کنه قطعا این اتفاق افتاده حالا اینا خودشون رو میخوام بزنن به نفهمی اون دیگه دست خودشونه ولی یه پیامی برای اینا که هیدر هیدر میکردن و سمت بچه های ایران تیراندازی کردن باید بدیم بهشون هی هیدر, هیدر رو دیدید وای به روزی که مردم ایران بخوان اون هیدر, هیدر رو ریشه کنن مقابل این سیل جمعیت هیچ کسی نمیتونه باید اسکندر مقدونی نمیدونم مغول عرب همه اینا که اومدن مقابل سیل جمعیت نتونستن بیستن اگه اون سیل جمعیت را بیفته اون پل دل... توانی چی میگن عاطفی و احساسی و حمایتی بین نیروهای مسلح و بدنه نیروهای مسلح و مردم شک بگیره قطعا مثل لودر از روی این هیدر هیدر گوهان رد میشن و اینا فدای کی میشن فدای یه آدم چلاق دیوانه روان به نام خامنه ای میشن که قطعا اون موقع دیگه زمان ندارن برای اینکه بگن آقا ما میخوایم برگردیم میخوایم فل... چون نمیشه جامعه احساسی رو کنترل کرد خشم جامعه احساسی تا بخوایم کنترلش کنیم زمان بره و اونی که پایین داره هی در هی در میکنه زیر استخوناش زیر دست و پای ملت خورد خواهد شد بهترین راه اینه که راه درست رو انتخاب کنن و اونم پشت, پشت ملت ایران بیستن تن به مردم ایران سپاس گذارم بلوانش. از شما از وقتی گذاشتی و تا برنامه بعد بدرود